داشتم. اگه کسی بخواد سفر سلام، من محمدی ام از ایران تماس میگیرم باهاتون. الو سلام، از شد بشرا هستم، از سنندج تماس میگیرم. این جانب کامبیز هیدری با تشکر از شبکه جهانی نور جمعی از جوانان تربت اسلام و پایدار و کارآباد این بخش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، امروز هم با برنامه دیگری از برنامه گویا در مهمان خونه های شما هستم و بنده در خدمتتون هستم با موضوع دیگری در خصوص برنامه های جهانی شبکه جهانی نور. و اما حرفی رو یا موضوعی رو که امروز با شما در میان میذارم موضوع آشنایی با برنامه‌های زنده شبکه هست و یک مختصر آشنایی لازم هست. و اگرچه شما همه با برنامه‌های شبکه آشنا هستید، ولی جهت یادآوری و جهت بیان موضوعیت برنامه‌های زنده شبکه این برنامه رو اختصاص دادم. امیدوارم شما هم در این برنامه شرکت کنید و با شماره‌هایی که زیر نویس خواهد شد تماس بگیرید و وجه نظر خودتون رو، نکته نظرتون رو و اگر انتقادی، پیشنهادی و یا راهکاری رو مناسب می‌بینید و هر موضوع دیگری رو که در خصوص برنامه‌های شبکه می‌خواید در میان بذارید با این برنامه تماس بگیرید، با این شماره‌ای که الان زیر نویس شده تماس بگیرید و مشارکت کنید در این برنامه و در جهت ارتقای برنامه‌های شبکه با ما همکاری کنید. و چون اینکه شبکه متعلق به شما هست و برای شما این شبکه راه اندازی شده است، امیدوارم که شما هم مثل همیشه، مثل همه سالهای گذشته ای که با ما بودید، همچنان در کنار ما بمانید و در ارتقای این برنامه‌ها به ما کمک کنید. ما واتساپ های زیادی هم اومده، شماره واتساپ هم اگر بینن اتاق فرمان عزیز این رو هم زیر نویس کنن. اینجا ما مجموعه زیادی واتساپ اومده که اگه فرصت کردیم بخشی از اون رو هم برای شما بینندگان عزیز میخونم. گذشته از این، نه تنها در مورد برنامه های شبکه نظر بدید و در مورد اونها با ما همکاری کنید، بلکه هر موضوع دیگری رو میخواید با ما در میان بذارید یا پیشنهاد کنید یا انتقاد بکنید یا هر مطلب دیگری رو غیر از مسائل فقهی که جاش اینجا نیست و مسائل تاریخی که هر کدوم از اونها برنامه خاص خودش رو داره، بقیه مطالب دیگری رو که میخواید با ما صحبت بکنید با این برنامه تماس بگیرید. این هم شماره واتساپ این برنامه هست که مستقیما با بنده مرتبط هست و اگر نیاز باشه همون وقت جواب میدم، اگر نه در برنامه مطرح میکنیم صدای شما رو. حتی اگر صداتون رو هم بفرستید از طریق واتساپ بفرستید، ما میتونیم صداتون رو پخش کنیم. اما قبل از هر چیز من میخوام ببینم برنامه های زنده شبکه چقدر برنامه زنده ما داریم، چند تا هستند و چه محوریت هایی رو تشکیل میدن. اما لازم است بدونید که شبکه در حال حاضر حدود 14 تا برنامه، بلکه 13 تا برنامه زنده داره که این برنامه ها رو بنده یکی یکی مروری میکنیم و یک تعریف کوتاه و مختصری به این برنامه ها خواهیم داشت. اتاق فرمان لپتاپ رو نشون بدید. ابتدا قبل از هر چیز برنامه این، حتی جدول پخش ما هست، برنامه اصحاب که روزای شنبه پخش اصلی اون هست که ساعت 22 به وقت تهران و کابل هست و روز یک شنبه تکرار اول اون هست ساعت 18 و روز دو شنبه هم روز سه شنبه هم تکرار در واقع دوم اون هست، تکرار دومش هست. بله، نقطه ای که در مورد لازم است در مورد اصحاب بدونید تا برمیگردیم به استودیو، در مورد برنامه اصحاب لازم هست بدونید این هست که برنامه اصحاب در واقع
برنامه اصحاب برنامه تاریخی هست که این برنامه در واقع گذری است بر تاریخ صحابه و تاریخ صحیح صحابه به معرفی میشه و در واقع با شما بینندگان عزیز اون چیزی رو که در مورد تاریخ صحابه لازم هست بدونید و نه تنها تاریخ صحابه بلکه ده هر چی که واقع شده در اون عصر و زمانی که زمان صحابه بوده است رو مورد بررسی قرار میده. عمدتاً مسائلی که مرتبط هست به اختلاف نظرهایی که بین اهل سنت و شاید مذاهب دیگه و گروه های دیگری وجود داره و در این برنامه و در کل شبکه جهانی نور تحری و رصد حقیقت یکی از مهمترین وظایف خود میداند. به خاطر همین در مورد صحابه هر چوری که میخواید بدونید به این برنامه مراجعه کنید و تماس بگیرید، مشارکت کنید و یا اون رو پیگیر باشید، برنامه هاش رو، معلومات زیادی رو در مورد اصحاب و یاران پیامبر دریافت خواهید کرد. اما چرا صحابه؟ چرا اصحاب پیامبر؟ ببینید هر کسی که در مورد اصحاب پیامبر علیه السلام به غیر از واقعیت زندگی اونها، واقعیت تلاش و مجاهدت و بزرگواری و بردباری که داشتن تا اینکه تونستن دین اسلام رو به ما برسانند، بلکه این دین رو، این قرآن رو سالم و محفوظ به ماها منتقل کرده اند، اگه کسی شک کنه در مورد صداقتشون، شک کنه در مورد امانت داریشون، شک کنه در مورد مجاهدت و تلاشایی که داشته اند، قطعا باید شک کنه در مورد نقل رسالت اسلام، نقل پیام اسلام به دیگران، چون ناقلین این پیام بعد از پیامبر اکرم علیه السلام، بعد از پیامبر قرآن رو صحابه به ما منتقل کرده اند و در نتیجه سالم موندن اون، منتقل شدن اون و نه تنها این علم فراوان و تمام اون چیزی که رسول الله علیه السلام در طول زندگیش انجام داده به وسیله اصحاب گرامی پیامبر به ما منتقل شده. پس این برنامه برنامه بسیار خاصی هست و دانستن اون بسیار مؤثر هست. جایگاه این بزرگان رو ما تعصبی نسبت به اشخاص نداریم، ولی شخص اشخاص صحابه یا جمع صحابه عموماً جمعی است که خداوند امانت نقل رسالت رو به عهده اونها گذاشت بعد از پیامبر اکرم علیه السلام و این گونه بود که دست به دست، سینه به سینه تا رسیده به ما و امروز هم این قرآن پاک و نقی و سالم بدون اینکه حرفی از اون اضافه یا حرفی از اون کاسته شده باشد به ما منتقل شده است. خداوند وعده داده که این قرآن رو حفظ کنه، ولی برای حفظ این قرآن وسایلی رو خداوند فراهم کرده، اسبابی رو مهیا کرده. اون اسباب، یکی از اون اسباب یا مهمترین سببشون هم امانت داری، مجاهدت، ایمان و اخلاص اصحاب و یاران پیامبر علیه السلام بوده است. به خاطر اینکه همه رو در مورد برنامه صحبت نکنم، سریعاً به واتساپ شما بینندگان عزیز میزنم. خب بیننده عزیزی برای ما چند تا شعر فرستاده که هر که حاجت ز غیر الله میطلبد او گدایی است که ز گدا میطلبد. صدا بزن آن که بر عرش عظیم است، نه آن که دفن زیر زمین است. خب عبارت زیبا و قشنگی هست و معانی بسیار خوبی رو داره. واقعا باید انسان از خداوند بطلبد، نه از غیر خدا، و طلب رو باید از خدا بکنیم نه از غیر او. و اما خب بیننده دیگری فقط گفته سلام، خسته نباشید، و از این بابت سلام خسته نباشید بسیار زیاد هست. یکی از بینندگان که خیلی اصرار داره به اینکه جواب سوال فقهیش رو بدیم، میگه راه‌های مختلفی رو رفتم، علمای زیادی رو پرسیدم و جواب سوال فقهیش رو نگرفته. ببینید بیننده عزیزی که من بخش تماس رو میخونم. سلام علیکم، ببخشید ازتون خواهش میکنم و التماس دارم، به نزدتون خواهش میکنم استاد گرامی، من سوال شرعی دارم، میخوام از این طریق جواب سوالم رو بگیرم. از بس که از طریق پیامک و تماس تلفنی در مورد سوالم از عالم اسلامی حالا سوال کردم و دیگه تو جواب سوالم گیج شدم. من میخوام یه چیزی بگم، من سوالو تا آخر خوندم قبلا و یه چیزی رو خدمت شما بیننده عزیز عرض کنم.
همین که از عالم اسلامی اینقدر سوال کردی که گیج شدی دلیل بر وسواس شما هست و این کارو نکنید. ببینید وقتی از عالمی پرسیدی باید حرف یا نپرسید یا اگر میپرسید معنیش این هست که مورد اعتماد شما هست. پس همین که پرسیدید به جوابش هم اعتماد کنید. هر چی رو بهتون گفتن درسته، بهش اعتماد کنید. بله بیننده عزیز بفرمایید. بله بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم آقای زهرابی. و علیکم السلام و رحمت الله. آقای زهرابی بخواستم بگم چرا از برنامه هم بخواستم بگم. بله. چرا که از اکبر جنگی در خب این ادب و میگن از کوزه همان تراوت که درست. چه لزومی داره که شما یعنی تماس بگیرید و حالا به هر صورت من نمیگم از چه جهتی دارید تماس میگیرید، از کجا تماس میگیرید، چرا وقت خودتون رو وقت بیننده رو ضایع میکنید؟ خب حیف است که وقت رو به این اختصاص بدم و ادب و اخلاق ایرانیان این رو ابا می کند و نمی پسندد. بینندگان خودشون قاضی هستند. اما در مورد این بیننده عزیزی که این سوال رو کرده و سوال شریف پرسیده، ببینید شما دارید وسواس به خرج می دید. بهت گفتن جوابی رو که یک عالم دینی به شما گفته کافیه، همونی که بهت گفتن همون درسته. اگر بنده هم جوابتون رو بدم باز همون رو خواهم گفت، چیزی دیگری من نخواهم گفت غیر از اونی که دیگران بهتون گفتن. در نتیجه خودتون رو سرگردان نکنید. یعنی یکی از بدترین کارا این هست که مرتب از یک عالم، دو عالم، سه عالم، ده عالم میپرسید و گاهن هم از کسانی میپرسید که واقعا عالم هم نیستن، آگاه هم نیستن، ولی ازشون میپرسید. در نتیجه تناقض در اقوال پیش میاد، در نتیجه شما هم سرگردان خواهید شد، دچار وسواس میشید. ببینید موضوع بسیار آسان و سهل است. دین یسر، دین آسانه، اینقدر بر خودتون سخت نگیرید. خب من جوابتون رو اینجا نمیدم، در واتساپ جوابتون براتون مینویسم استثنان، ولی مشکل شما اساسا وسواس هست. وسوسه نکنید، باب وسوسه رو بروی خودتون بگشایید. این بسیار بد است و وسوسه هم از شیطان هست. یعنی کسی که در وسوسه رو بروی خودش میگشاید این مشکل هست. اینکه اگر بچه ادرار کرد بر روی فرشتون، شما فکر کنید تمام فرش نجس شده، این گونه نیست. بلکه اگر ادرار کرد بچه بر روی فرش، مقدار آب روش میپاشید، با یه حوله با چیزی اون فرش رو خشک میکنید و تموم شد. همون مقدار، همون جایی که ادرار شده، نه اینکه یک وجب این طرف یک وجب اون طرف بخواید همه رو فرشت کلن خیز کنی بگی من دارم میشورم. نمیخواد بشورید، مقداری آب روش میپاشید و خشک میکنید. همین که هست که این شرع خداست. اما چیز دیگری اضافه بر این اگر شما بخواید انجام بدید، خودتون رو به در تنگنا قرار میدید و دچار وسواس خواهید شد. بر صورت اما بیننده دیگری باز، خب بیننده دیگری باز یک متنی رو فرستادن که مناجات از الهی دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست. الهی اشکایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند. به هر صورت مناجات بسیار خوب است. انسان با خالقش مناجات کند و اونه که در دلش هست رو با خداوند بگوید، ولی همیشه مناجاتتون رو با حمد و ثنا شروع کنید و خدا رو بستایید، به بهترین اسما و نامهای مبارکش بستایید و نعمتهایی رو که بر شما ارزانی داشته است رو در مناجاتتون بگنجونید. تنها شکوا نکنید. شکوا کردن تنها، شکوا هم خوب هست در بارگاه خداوند، ولی تنها شکوا نباشد، بلکه قبل از اون مناجات کنید، حمد کنید، ثنا کنید، خداوند رو بر پیامبر درود بفرستید. این هم چیز خوبی است. و اما همین الان پیام بیننده گفت که سلام استاد، من از ایران میخوام برم آلمان، گناه نداره؟ ببینید هر جا که میخواید برید در واقع
گناه نداره رفتنش، بستگی داره به اینکه توانایی شما برای چی میرید، آیا میتونید دینتون را حفظ کنید، آیا به این ربط داره. یک اگر برای تجارت میرید، برای درس میرید، برای معالجه میرید، برای هر کدوم از اینها میرید، جایز هست به شرطی که شما قبل از اون دینتون رو تقویت کنید که شاید در اونجا دسترسی به منابع دینی براتون سخت‌تر باشه و در معرض افکار مختلف دیگه هم قرار بگیرید، در حالی که خودتون هنوز چندان آگاهی از مسائل دینی ندارید. خب بیننده دیگری هم سلام فرستاده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب باز هم سلام کرده بیننده عزیزی، میگه میدانید که یک مرده چه احساسی دارد؟ این قصه را از اول بخوانید. یک قصه ای رو فرستاده بسیار طولانی و خب نمیشه در برنامه خون، در واقع خیلی طولانی هست. عنوانش رو اینطوری شروع که گفتند ما تا قبر نگهبان تو هستیم. گفتم من که نمردم، من هنوز زنده هستم، چرا مرا به قبرستان میبرید؟ ولم کنید و تا آخر. اما بله، بیننده دیگری سوال فقهی دوباره پرسیدند که سوال فقهی رو در این برنامه جواب نمیدیم و اون رو موکول میکنیم به برنامه فقه و زندگی روز چهارشنبه و همچنین برنامه فتوای روز جمعه. اما باز هم سوال شرعی که ایشون میگه قرض گرفتن به خاطر این برنامه، برنامه این رو به اینکه شما قرض گرفتید به خاطر عروسی پسرتون رو به برنامه مال حلال روز سه شنبه، ظهر سه شنبه ساعت 15 به وقت ایران، بنده در اون برنامه در خدمتتون هستم و جواب این سوال رو حتما اونجا مطرح خواهیم کرد به اذن الله که فراموش هم نشود. بیننده ای گفتن که می شود چند تا کتاب راجع به شیخ محمد ابن عبدالوهاب، شیخ ابن تیمیه و رد شبهات راجع به وهابیت برام بفرستید. شما آدرس ایمیلتون رو بدید، ما آدرس های رو، عنوان های رو در صندوق پستی شما خواهیم گذاشت و پست الکترونیتون خواهیم گذاشت و اون رو دریافت خواهید کرد انشاءالله. و اما در عموما برای بینندگان عزیزی که این سوال رو میشنوند، صحبتی که میکنم اون هست که شما سری به کتاب سایت کتابخانه عقیده بزنید، ولی مواظب هم باشید در مقابل این، در راستای این، برای گمراه کردن مردم سایت دیگری رو هم زدن به اسم سایت کتابخانه عقیده و دقیقاً شبیه اون هست، تنها به یک وسیله میشه این رو تشخیص داد. اون در اونجا کتاب ها رو اگر ببینید ضد اهل سنت هستند و روافض اون رو راه اندازی کردن به خاطر تشویش بر افکار بیننده، و این یکی رو اگر مراجعه کنید کتاب های اهل سنت هست و باید هم در این باب دقت کنید، کتابخانه عقیده اسلامی که هست. خب بازم سوال فقهی، یک مرد زن خود را طلاق گفته و اما ما هم با همونطوری که قبلا عرض کردم معذوریم از این که جواب سوال های فقهی رو در این برنامه بدیم. یکی از بینندگان یک اطلاعیه رو کپی کرده و آورده، میگه اطلاعیه مهم، دعوت عبادی و معنوی، ثواب روزه گرفتن روز دحو الارض برابر است با ثواب 70 سال روزه گرفتن. این یک دروغ محض است و چیزی به اسم دحو و ارض نداریم. روز دحو و ارض رو نمیدونم، روزه گرفتن در اون روز و روایت باطل و نادرستی است. این رو جواب دادم چون مرتبط به مسائل عقیدتی و مسئله بدعت و حلال و حرام می شود. باز هم سوال فقهی، بنده سوال فقهی رو محول می کنم. یه پیشنهاد داده که از بینندگان، گفته سلام، بعضی ها هستن که شبکه نور رو ندارن، نور گروهی نداره که اونا سوالاشون رو بپرسن و تو گروه از طریق واتساپ جواب بدید. مسائل فقهی واتساپ بهش اختصاص داده نشده است و امیدوارم در آینده این کار رو هم بکنیم و واتساپی رو به مسائل فقهی هم اختصاص بدیم. ولی
مسائل فقهی رو قبل از اینکه شما مسائل فقهی رو از واتساپ بپرسید، شما نگاه ببینید نوار آبی رنگی که زیر نویس میشه در شبکه جهانی نور اختصاص داده شده است به مسائل فقهی و ایمیل fatwa@noor.net رو هم دارید و دو تا برنامه فتوای دیگه هم یکی چهارشنبه و دیگری پنج جمعه رو در اختیار شما قرار دادیم و سعی میکنیم واتساپ رو هم اضافه کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید من مسئله ای رو میخواستم عرض کنم، حالا نمیدونم به برنامه‌تون ربط داره یا نه، در رابطه با این حادثه‌ای که در مکه اتفاق افتاد متاسفانه. بله. و عده‌ای از زوار خانه خدا متاسفانه کشته و مجروح شدن. بله. من واقعا این حوادث خیلی غمناکه. من خودم یه پیشنهادی دارم، حالا به هر حال شما هم استاد هستید بزرگواری، شاید شما هم تجربه داشته باشید در این زمینه. به نظرم تولیت حرم یک مقدار شاید سهل‌انگاری کردن در این زمینه، چون میتونستن در موقعی که حج داره انجام میشه این کار رو، کارهای تعمیرات و این چیزها رو انجام ندن. بله. و پیشنهادی که من دارم در این زمینه این هست که چون که خانه خدا خانه امن هست و متعلق به تمام مسلمین دنیا هست، نمیشه گفت مثلا چون در کشور عربستان هست متعلق به عربستان هست. بله. به نظر من تولیت اون باید یک شورای مرکب از کشورهای اسلامی مثل ترکیه، مثل مصر، مثل خود عربستان سعودی، از این کشورها باشه و جمعی به صورت شورایی اینجا رو اداره کنن که شاهد حوادث این چنینی نباشیم. بله. به نظرم این بهترین الو بله صداتون رو داریم. بله. به نظرم این بهترین کاری است که میشه کرد تا جلوی این حوادث رو گرفت. من شنیدم امروز یه دونه دیگه از همین بالابرها دوباره سقوط کرده، حالا خوشبختانه کشته نداشته. این بله. روی خودروی من فیلمش رو دیدم افتاده. در این زمینه هم لطف کنید صحبت کنید، ممنون بسیار. میشم. بسیار. صحبت بیننده عزیز رو من تعلیقی رو اضافه کنم، گرچه مرتبطه به برنامه نیست، به تعبیر خودشون هم گفتند. ببینید اصلا این یک، اولا حرم هیچگاه خالی نمی شود، چه در ایام حج چه در غیر ایام حج. حرم همیشه مزدحم هست، همیشه ازدحام در حرم وجود داره و در طول سال زوار هستند و گاهی نیست که خالی بشه و خدماتی رو که در حرم مکی و مدینه داده میشه بی‌نظیر هست حقیقتا. بدون تعصب بنده این رو عرض میکنم و هیچ جا شبیهش رو نخواهید دید. خیلی خدمات بسیار خوبی در اونجا ارائه داده میشه. و اما اینکه روزی که باد شدیدی میوزیده و باران بوده، به هر صورت حالا خللی هم پیش اومده، همیشه این حوادث رخ نداده. خب و توسعه حرم هم، کار در توسعه حرم هم نمیشه توقف داد، چون حرم همیشه زوار داره و الان هم با این توسعات بسیار زیادی که صورت گرفته شده است، خب به نظر بنده امر طبیعی است. حالا هنوز دارن بررسی میکنن آیا واقعا سهل‌انگاری وجود داره، آیا مشکلی در کار بوده یا نه، یک امری است که به شکل عادی رخ داده و سهل‌انگاری در کار نبوده، بلکه حوادثی است که حالا غیر مترقبه بوده، متوجه نشدند و این حادثه رخ داده، یا اینکه واقعا تأثیر آب و هوای بدی که اون روز وجود داشته بوده. به هر حال در اون روز قبل از اون هم طوفان شینی شدیدی بود، بعد همراه با بارندگی بود، باد همراه این قضیه بود و نهایتا هم این حادثه رخ داد. و به هر حال درجاتشون عالی هست، کسانی که در حال نماز، در حال عبادت و در حال انجام زیارت خانه خدا به این درجه، به این شیوه فوت کرده اند، درجه شهید رو دارند و خداوند ازشون بپذیره. به هر حال اجل انسان محتوم هست. این رو که عرض میکنم معنیش این نیست که بگم نه توجیه کننده یک چیزی باشه، بلکه در واقع باید حتما احتیاط لازم انجام بشه و بنده فکر میکنم تمام کاراشون رو اصولی انجام داده باشند. حالا اگر قصوری از کسی باشه حتما پیگیری میکنند اونها و اینگونه نیست که رها بشه و به خودشون واگذاشته بشه و شرکت هایی که اونجا دارن فعالیت میکنند به هر صورت مسئول هستند در مقابل تمام چیزهایی که رخ داده است. و اما اینکه
به شکل گروهی اداره بشه این چیزیست که غیر قابل قبوله، بلکه این سیادت این کشور این رو اقتضا میکنه. خداوند در اونجا قرار داده، اونا مهمان نواز هستند و دارن خدمات رو به همه زوار خانه خدا انجام میدهند. بله بیننده عزیز، تماسشون قطع شد و این هم برمیگرده به سیاست کشورها. برسو بنده فکر نمی کنم خیلی منطقی باشه اینکه بگیم همه کشورها در اداره اونجا دخالت داشته باشند. چه لزومی داره؟ اونا وقتی که دارن این اداره رو انجام میدن و این خدمات رو ارائه میدن، چه لزومی داره کشورهای دیگه هم بیان و اونجا بعد بگن ما هم سهیم هستیم؟ بله همه کشورها در این که بتونن زیارت خانه خدا رو انجام بدن حق رو دارند و اگر اونجا هم قصوری صورت گرفت میتونن اعتراض کنن و حتما اعتراضاتشون هم مورد توجه قرار خواهد گرفت. در طول تاریخ هم تولیت خانه خدا در از قدیم الایام رسول الله علیه السلام حتی کسانی که کلید خانه کعبه دستشون بود به خودشون واگذار کرد، به کسانی که حتی قبل از اسلام کلید خانه خدا دستشون بود ازشون نگرفت، بگه دیگه اسلام اومده جاهلیت رو تمام لغو کرده، در نتیجه کلید رو از شما میگیرم میدم دست یکی از یاران خودم. این کارو نکرد. کلید اگه دست هر کی بود به دست اون موند. کسی که رفاده داشت به همون شیوه، کسی که خدمتگزاری میکرد و ضیافت انجام میداد به همون شیوه، هر کسی در هر نسبت به خانه خدا هر جایگاهی داشت قبل از اسلام بعد از اسلام باز به خود اونها واگذار شد. و ما بینندگان سلام کردند، بنده عرض سلام دارم خدمتشون. و اما این بیننده گرامی گفته سلام برادران راه حق، انشاءالله شما را در جنت الفردوس ببینیم. برادر کوچیک شما جواد دادگستر. بله بیننده عزیز بفرمایید. الو بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای زهرابی. علیکم السلام و رحمت الله. آقای زهرابی، وقتی کسی مهمون میاد خونه آدم، آدم کاملا اکرامش میکنه، احترام بله. بهش میذاره. البته وقتی کسی که توهین میکنه، بیننده عزیز، حالا من اسم شما رو نپرسیدم، کسی که نگاه کنید شمایی که تماس میگیرید وقت میلیون ها بیننده رو میگیرید و دارید به دیگران به اهانت نام میبرید، بد میگید. بنده این حق رو دارم، بنده این حق رو دارم، این حق رو دارم که اجازه ندم اسم کسی رو به بدی ببرید. در نتیجه این اشکال از خود شما هست. بله جانم. میخوام اصلا نه، من درباره این اتفاقی که در مکه افتاده میخوام بگم. میگم که هر مهمانی میاد، بنده جواب دادم خدمت شما، ربطی هم به موضوع برنامه نداره عزیز من، ربطی به موضوع برنامه نداره. وقتی کسی که داره، وقتی که برنامه اختصاص داده شده به موضوعی و ما قبل از اون هم شرح دادیم، توضیح دادیم به خاطر اینکه بیننده تماس گرفت و موضوعش رو مطرح کرد. اما اینکه در اونجا چه اتفاقی افتاده، چی شده، برید مطالعه کنید، سایت ها رو ببینید خودتون و قانون اون کشور مربوط به خودش هست، مربوطی به این برنامه نمیشه. در اونجا هم هیچ قصور و کوتاهی نشده، خدماتی که اونجا ارائه میشه انصافا بی‌نظیر هست در حد خودش و خدمات بسیار خوبی هست. و به هر صورت هم حوادثی که رخ میده باز هم طبیعی هست اگر قصور و اگر سهلنگاری صورت نگرفته باشه. اما بله باز هم سلام، باز هم علیکم السلام. یکی از دوستان خودشون رو معرفی کردند، آقای محمد از استان گلستان روستای نظرآباد، گفته که اینجا همه سنی هستند، ما را به جمع خودتون بپذیرید. شبکه جهانی نور متعلقه به همه شما بینندگان عزیز هست. و اما من نمیخونم سلام های بیننده ها خیلی زیاد هست. و اما این بیننده عزیز، سلام خدمت استادان عزیز، میخواستم فضیلت صلوات رو بدونم و فضیلت استغفر الله گفتن رو، با تشکر. بله بیننده عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم آقای زهرابی. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید، خواهش میکنم. ممنونم، بفرمایید. من حبیب هستم، میخواستم از همینجا سلام داشته باشم خدمت شما و همه بینندگان محترم و خوشحالم که برنامه‌ای هست که واقعا به صدای مخاطبین گوش میده و
هم پیشنهادات و انتقادات همه رو پذیرا هستین. واقعا دست مریضات دارو خسته نباشید. ممنون. خواستم صدامونو کم بفرمایید. خواستم به بینندگان عزیز عرض کنم بی خودی جو درست نکنن که مثلا الان یه اتفاقی حادثه افتاده بیان اعلام کنن که مثلا آره مدیریت ضعیف بوده، خدمات یک بالاخره شاهان رو زیر سوال ببرن. این شاهان همیشه زحمت ها کشیدن برای منطقه، بسیار واقعا باید ممنونشون بود. برای امنیت اسرائیل زحمت کشیدن، یمن رو کشور اسلامی هست مورد تهاجم قرار دادن. خب الان جناب علی، الان جناب علی میخواد چی بگید آقای بیننده عزیز؟ حالا ما اسمتون رو هم نپرسیدیم. خدماتی رو که جمهوری اسلامی ارائه داده در یمن، یمن رو به هم ریخته، خدماتی که جمهوری اسلامی ارائه میده در سوریه، صدها هزار از مردم سوریه رو قتل عام کرده، اینا خدمات خیلی خیلی مهمیه فکر کنم. اما اینکه خدمات بله. اسرائیل در اصل خدمات اسرائیل هم ارتباط پنهانی جمهوری اسلامی و اسرائیل هم یک موضوع دیگری است. و اینکه این همه کمکی که بشار اسد شد که نگهبان و حافظ مرزهای اسرائیل هست پنهان نمی شود. موضوع ما موضوع سیاسی نیست. در نتیجه من معذورم از اینکه تماس شما را قطع کنم بیننده عزیز. بله، این بیننده عزیز در مورد صلوات پرسیده بودن، این هم بر مربوط به مسائل فقهی هست، ولی همین کافیست که عرض کنم. رسول الله علیه السلام فرمود هر کسی که بر من یک درود بفرستد، یک صلوات بفرستد، خداوند 10 بار بر اون درود و صلوات بفرستد. بله بیننده عزیز بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم آقای زهرابی عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. استاد من خواهش من بیننده ها بحثه سیاسی رو اجازه ندید اینجا مطرح کنن. این برنامه برنامه کاملا دینی هست، ما باید مسائل دینی رو اینجا مطرح کنیم و بشنویم و بدونیم. خب. که بالاخره شاهان سعودی داعش رو برای ما حمایت کردن و داعش که بیننده از الان داعش که در مرز شما هست، اجازه بدید بنده برای توضیح بدم. داعش تا حالا چندین بار در سعودی بمبگذاری کرده ولی در ایران هیچ کاری رو نکرده. در ایران تمام کارهایی رو که انجام داده داعش به نفع ایران، به نفع بشار اسد بوده تا به امروز. چیزی رو به نفع سعودی انجام نداده داعش تا سعودی اون رو به وجود بیاره یا سعودی اون رو حمایت کنه. الان داعش مورد حمایت آمریکا، مورد حمایت اسرائیل، مورد حمایت جمهوری اسلامی هست و در خط اونها داره فعالیت میکنه. ما عمل رو به شعار دادن چیز مهمی نیست، اینی که عملا داره چه کاری رو انجام میده شما ببینید. ممنون از تماستون. بله، تماس دیگری از بیننده رو. بله، یکی از بینندگان عزیز، سلام آقای زهرابی، خواستم بگم که تو برنامه هایی درباره جوان ها هست این موضوع رو هم پیش بیارین که جوان ها زحمت میکشن و دانشگاه قبول میشن ولی پول ندارن شهریه بدهند. خب یکی اینم یکی دیگه از معضلات جامعه هست، یکی از معضلات جوانان هست. امیدوارم که در برنامه کافه نور که فردا شب اولین قسمت اون پخش خواهد شد بتونن در یکی از برنامه هاشون مورد همین مورد رو هم مورد بررسی قرار بدن و درباره صحبت کنند. مطلب دیگری رو هم اشاره کرده این بیننده عزیز، باز هم میخوام پیشنهاد بدم میشه برنامه های جهت شاد کردن. بله خب به هر حال این هم یکی دیگه است. بله بفرمایید، خواهش میکنم. اللهم خاتمه خوشی رزیز و زورابی. علیکم السلام و رحمت الله. استاد یک پیشنهادی داشتم خدمت برنامه شما و کلن شرکه نور. بله. و آن هم این که اساتیدی که اینجا دعوت میشن معمولا سابقه تحصیلاتی آنچنانی ندارن. که از کجا میدونید سابقه تحصیلاتی آنچنانی ندارن؟ از کجا این رو میدونید؟ اختلاف میدونن در پاسخگویی در جواب بیننده هایی. نه آخر شما دارید میگی سابقه تحصیلاتی نده، یعنی چی سابقه تحصیلاتی ندارن؟ تمام کسانی که اینجا حاضر میشن دانشگاهی هستن، نگاه کنید، یا دانشگاهی هستن یا دکتراشون رو گرفتن یا در حال پاس کردن دکتراشون هستند. بله میفرمایید. سیاست تا اینکه علمی باشن اساتیدی که اینجا دعوت میشن و کاملا علمی هستن. اینی که جناب علی ببینید، اینی که جناب علی دارید آقای بیننده عزیز
من نمیخوام که بگم انتقاد شما رو نمیپذیرم. انتقاد، هر انتقادی که وارد بشه ما اون رو میشنویم، ولی اینکه جناب علی به شکل عمده و جمله دارید حرف میزنید، اولا این منطقی نیست، ببخشید. اما مورد دومتون، تمام کارشناسان شبکه جهانی نور هم تحصیلات حوزوی دارن هم تحصیلات دانشگاهی دارن، بدون استثناء تمام کارشناسانی که در اینجا حاضر میشن این صفت رو دارن. حالا جناب علی اگر تعریف دیگری از علمیت و تحصیلات دارید غیر از حوزه و دانشگاه، جناب علی بفرمایید تعریفتون از این قضیه چی است؟ میرسه که اگه اینجوری باشه شما همین برنامه نقد رو تعطیل کنید، چون به هیچ وجه نقدپذیر و اینا نیستید شما. و قرار نیست ما همه نقدها رو بپذیریم، ما قرار نقدهای مفید و خوب رو بنا رو بپذیریم، ولی همه نقدها رو میشنویم. از کجا معلوم که اینها تحصیلات دارن؟ چون اینها فقط به اسم گفتن که نیست. من هم میتونم بگم که من الان مگه کارشناسای شبکه های دولتی جمهوری اسلامی همونجا بیوگرافیشون رو می‌نویسن؟ همه شبکه‌ها فقط می‌نویسن دکتر فلان، کارشناس فلان. همه شبکه‌ها همینطوره. هیچ شبکه‌ای ببین، نه اینجوری نیست. اینجا هم شناخته شده هستن تمام شبکه‌هایی که در دنیا هست، تمام شبکه‌های تلویزیونی به همین شیوه اسمش رو می‌نویسن و تخصصش، یا رشته تحصیلیش هم نمی‌نویسن، بلکه به چه مدرک تحصیلی رسیده، دکترا، نمیدونم چی، هر چی رسیده، کارشناس هست به هر صورت و هر تحصیلاتی داره. نمیان ریزش رو بنویسن کتاب فلان رو خونده، پیش فلان در حوزه فلانی بوده، دانشگاه فلانی رفته. مگه اینکه بخوان بیوگرافی شخصی اون رو مطرح کنن، زندگی نامش رو بخوان در موردش برنامه بسازن؟ بله، اون وقت میاد که در شبکه جهانی نور در مورد کارشناسای شبکه جهانی ما برنامه به اسم ضیافت داشتیم، در اونجا هم به تحصیلات اشاره میشد و هم به تمام جزئیات زندگیشون مطرح میشد، تو خونه هاشون گرفته شد. جناب علی خبر ندید رمضان گذشته بیوگرافی تمام کارشناسان شبکه به ریز مطرح شد؟ ولی متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که کارشناسا بالاخره در یک حدودی، در یک محدوده خاصی دکترا دارن، ولی اون چیزی که مگه دیگران در همه چی دکترا دارن؟ و اظهار نظر میکنه این که جوری الان در دنیای مدرن زندگی میکنیم همه چیز شما این رو، ما این رو از جمهوری اسلامی تمام سرانشون آخوند هستند. مگه آخوندا علوم سیاسی خوندن؟ مگه آخوندهایی که اومدن از خود آقای خمینی گرفته تا بقیهشون تا همین آقای خامنه ای، غیر از این که در حوزه خونده کجا درس خوندن؟ جای دیگری نخوندن؟ ها که جای خودشون، ولی بالاخره شبکه های توحیدی. نه شما نگاه کنید، ایرادی رو که مطرح میکنید، شبکه های توحیدی، دارن در مورد مسائلی بحث میکنن که مرتبط به تخصصشون هست، یا تخصصش رو به شکل آکادمی گرفتند، یا اینکه در اون زمینه مطالعاتی داشتند. در نتیجه هیچ ایراد و اشکالی نداره که الان یک روزنامه نگار میاد در مورد مسائل و قضایای سیاسی صحبت میکنه، در مورد قضایای دینی و اجتماعی هم داره صحبت میکنه، و الان کسانی که در شبکه جهانی نور هستن هر کدومشون بدون استثناء بیش از 15 سال کار رسانه‌ای کردند. جناب علی اگر برگردید خواهید دید که کارهای رسانه‌ای که این کارشناسان شبکه کرده اند به بیش از 15 سال میرسه. ممنونم از تماس. شما که از آخوندهای ایرانی تقلید نمی کنید که شما هم بخواید کار اونها رو؟ ما تقلید نمی کنیم. جناب علی که طرفدار اونها هستید و میخواید ایراد میگیرید، ایراد اونها رو ابتداعا بگیرید که در مسند قدرت قرار گرفتند و علمش رو هم ندارن، و کسی که داره تحلیل میکنه در قضایا با کسی که داره عملا ممارست این فعل رو داره بسیار متفاوت است. داره عملا انجام میده در حالی که هیچ علمش رو نخونده، هیچ جایی دوره این رو ندیده، هیچ جایی علم این قضیه رو کسب نکرده، فقط با اینکه مردم حماسه دینی داشته اند به مسند قدرت رسیده است. نه وارد این مقوله نشیم، شاید به نفع شما باشه. حضرت عالی در چه زمینه هایی هست؟ شما که خودتان، ما بالاخره برنامه‌تان را میبینیم، شما حضرت عالی تحصیلات؟ من نیازی ندارم به اینکه اینجا توضیح بدم برای شما. برنامه ضیافت رو سرچ کنید در یوتیوب وجود داره، سرچ کنید اونجا خواهید دید. ممنون از تماستون. بله بیننده عزیز بفرمایید. سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشی. باشه اگه اجازه بدید من خواستم یه انتقادی بکنم. انتقاد رو بفرمایید، ما میشنویم. بله خواهش میکنم.
یه مطلبی اولش این که الان شما توضیحی فرمودید در رابطه با اتفاق ناگواری که توی عربستان افتاده. خب این چه ربطی داره به ما؟ بیننده شما داره انتقاد به کی میکنید؟ شما ما انتقادی رو میشنویم که مرتبط به خودمون هست. بله بله بله، از شما میخوام بگم، نه کاری من به اونا ندارم، میگم دفاعی که شما فرمودید، میگم این دفاع از یه جهتی ایراد داره. بالاخره وقتی که یه همچین خللی ایجاد شده و 110 نفر کنار کعبه کشته شدن، 20 نفر آدم زخمی شده، ما نباید به این مدیریت بگیم مدیریت خوب، میگیم مدیریتی که یک خللی داره که 110 نفر کنار خانه خدا کشته میشن. این یک، یعنی ما نمیتونیم بگیم اونجا مدیریت خوب بوده، اگه خوب بوده 110 نفر کنار کعبه کشته نمیشدن. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که یک هموطن ما، یک ایرانی اونجا کشته شده. سازمان‌های رسمی ببینید روزانه آمار دارید روزانه چقدر از ایرانیان بر اثر تصادف کشته میشن؟ بله من که آمار دارید تمام اشکالاتی که من ممکنه نه ببینید مدیریت نگاه کنید خدماتی رو که خدمات جاده‌ای ما بگیم، اینی که وجود داره در ایران، اینی آمار کشته شده ها بر اثر تصادف در دنیا یکه. و ما اگه قرار باشه هر جای هر حادثه پیش اومد بخوایم فقط به خاطر تعصبی که مذهبی که داریم دیگران رو زیر سوال ببریم، بسیار از لحاظ علمی بسیار ناپسنده. جناب علی اگر ایراد علمی روی این قضیه داری، اگر رفتی اجازه بده، اگر رفتی مطالعه کردی، اگر دراسه‌ای روی این مسئله، تحقیقات روی این موضوعی که یک جرثقیل روی مردم افتاده، اگه تحقیق شده، تحقیق کردی جناب علی، آمار ارقامی داری، مستندی داری که سهل‌انگاری صورت گرفته، بله حق دارید این رو مطرح کنید. اما اینکه فقط چون حادثه اجازه بدید، فقط چون حادثه وجود داره در نتیجه متهم، حادثه همیشه خواهد بود. من که دارم خدمت شما صحبت میکنم، بنده بالاخره مهندس عمرانم، توجه میکنید به من؟ معلوم نیست، شاید هم باشید. مسائل... بله. تمام این مسائل اولا یک قابل پیش، یک علمی داریم به نام علم استاتیک. این مشخص هست که یک سازه چگونه بالا میره و بعد چگونه بر پای خودش پا بر جا میمونه. اینا همه قابل مسلما اونا بهتر از جناب علی این رو میدونن. اجازه بدید مسلما علم بیننده عزیز اجازه بدید اجازه بدید من بنده توضیح، چون آخر برنامه است وقت ندارم من بشینم، یعنی کامل بشه بعد میدونم چی میفرمایید. مشخصه هم جناب علی، نه انتقاد از من نیست که من بپذیرم، این انتقاد شما دارید، انتقاد میکنید از یک موضوعی که هنوز یک کلمه دربارش نمیدونی جز خود خبر رو، نمیدونی که تحقیقاتی صورت گرفته، هیچ کاری، هیچ مطالعه‌ای نکردی جناب علی در این باب. ممنونم از تماستون، ممنون از تماستون. موضوع در واقع موضوع به این برمیگرده که این بیننده عزیز و مجموعه‌ای که تماس گرفتند شناخته شده هستن برای ما در شبکه جهانی نور. اینا مجموعه ای هستن که مستقیما مرتبط به اطلاعات سپاه پاسداران هستند و هدف این هست که سمت و سوی برنامه ها را عوض کنند، نه هدف انتقاد است. و اینکه انتقاد از یک حادثه‌ای که در عربستان رخ داده است و اون رو در وارد کردن در این برنامه که هیچ ربطی نداره، در ایران روزانه از این حوادث رخ میده، روزانه از این حوادث رخ میده، عمدن هم رخ میده. شما از مواد غذایی گرفته که روغن پالم درش میریزن، از داروهایی گرفته که تقلبی هست، از مردمانی که جلو در بیمارستان به خاطر اینکه اجازه نداشتن پول معالجه نمیشوند و نمیشدند فوت میکنند گرفته، تا خیلی موارد دیگه، تا کسانی که به خاطر اینکه شاید یک از مرز گذشتند یا نزدیک مرز هستند تیراندازی مستقیم کردن و مردم رو کشتن، و خیلی موارد دیگه‌ای که وجود داره، اعدام هایی که صورت گرفته در مورد حق جوانان اهل سنت. شما که میخواهید گیر بدید به دیگران، شما خودتون خونتون از شیشه است، در نتیجه به سوی دیگران سنگ پرتاب نکنید. و اما اینکه ایراد گرفته بشه، نقد بشه، یه حادثه رخ داده، خیلی طبیعیه. من اصلا نمیگم مدافع این نیستم که اونا خطا نکردن، ولی اگرم خطا کرده باشن باید از روی تحقیق باشه، نه از روی اینکه یه حادثه وجود در نتیجه حتما سوء مدیریته، در نتیجه حتما هرگاه یه حادثه رخ داد سوء مدیریته، باید برگردن. اگه واقعا سوء مدیریت هم باشه باید محاکمه بشن، باید به جواب بدن، باید حتما این خونها نمیشه پایمال بشه. ولی آیا واقعا سوء مدیریته؟ این نیاز به بررسی و تحقیق داره و هنوز خیلی زود هست که
نتیجه گرفته بشه و حتما هم در روزنامه ها خواهد اومد که مشکل از کجا بوده، چرا این حادثه رخ داده، اسبابش، عللش، همه اینها مطرح خواهد شد. ما به آخر برنامه رسیدیم و هنوز هم برنامه های شبکه رو معرفی نکردیم. هدف این برنامه خاص به برنامه های شبکه است، نه حوادث سیاسی منطقه، نه حوادث سیاسی منطقه. اما من یک نکته رو اضافه کنم در مورد کارشناسان شبکه. همه کارشناسان شبکه بدون استثناء هم تحصیلات حوزوی دارن، هم تحصیلات دانشگاهی دارن و همین که تجربه رسانه‌ای طولانی مدتی رو دارن. و اضافه بر این اساس این نیست که حتما باید انسان مدرک تحصیلیش چی باشه در اون زمینه فقط حرف بزنه. اگر مطالعاتی رو در زمینه‌های مختلف داشت، نه ممنوع هست نه باید حرف بزنه. ما امروز کسانی رو داریم که تخصص رشته تحصیلیشون فیزیکه، اما دارن در مورد حدیث شریف صحبت میکنند و حرفشون هم منطقیه، درست هم دارن حرف میزنن. مهم این هست که انسان واقعا در اون زمینه مطالعاتی داشته باشه و صاحب نظر باشه. و همچنین در رشته های مختلف دیگه کسانی هستن که اصلا رشته تحصیلی دیگه داشتن اما در رشته های دیگه هم مطالعات داشتن، تحقیقات داشتن، کار کردن، فعالیت کردن و صاحب نظر شدند. چیزی که انسان با تجربه به دست میاره، نه تنها در بگیم در میان فارسی زبانان یا عرب اینطوری هست، بلکه در تمام دنیا این متداول است. قرار نیست که یک شخصی باید حتما در مورد اون مدرک تحصیلیش که چی هست در اون باب صرف بزنه. بله، اصل این هست که به شکل آکادمیوم این کار رو کرده باشه. امروز کسانی که در مسائل سیاسی حرف میزنن، آیا واقعا فقط علوم سیاسی خوندن؟ یعنی اگر کسی که علوم سیاسی نخونده نباید وارد مجلس بشه و نباید به عنوان یک مسئول سیاسی انتخاب بشه یا انتصاب بشه؟ و قطعا اونی که داره عملا انجام میده و درش وارد نباشه و درش علمشو نداشته باشه، تجربهشو نداشته باشه، خطراتش بیشتر از اون نیست که داره حرف میزنه. به هر حال تجربه کسانی که در شبکه جهانی نور هستند از شبکه جهانی شارجه شروع شده و مدت طولانی بیش از 18 سال بنده در شبکه جهانی شارجه برنامه داشتم و بعد از اون هم شبکه نور و شبکه کلمه و بقیه فعالیت‌های دیگه، رسانه‌های دیگه هم که داشته این باز هم گواه بر این قضایه است. ما نیازی به این نداریم که حتما این توضیحات رو بدیم، ولی به هر حال خوب است که شما بینندگان عزیز این رو بدونید. به هر حال به انتهای برنامه رسیدیم. معرفی برنامه‌های شبکه میماند برای برنامه دیگری، شنبه دیگری که باز هم با مهمان خانه‌های شما خواهیم بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. قبل از اینکه خداحافظی کنم، برای ما پیام بفرستید، واتساپ بفرستید، نظر بدید، در ارتقای کیفی و کمی برنامه‌ها با ما همراه باشید. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. من سهلا هستم از کردستان. یه سوالی داشتم. سلام، من محمدی ام از ایران تماس میگیرم باهاتون. الو، سلام شد. بشرا هستم از سنندج تماس میگیرم. این جانب کامبیز هیدری با تشکر از شبکه جهانی نور جمعی از جوانان و تربت اسلام و پایدار در کار آباد این بخش